أستغفر الله. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. آره صفات متقیان برای ما شما میگه. ابتدای سوره بقره 4 آیتش به ارتباط مسلمان هست، مؤمنین است، که 2 آیت از این به ارتباط مسلمان است که از مهاجرین هستن، و 2 آیت دیگهش به ارتباط اونمو مؤمنین هستن، اونمو مسلمان هستن که یهود بودن باز مسلمان شدن، مثل عبدالله ابن سلام و دوستایش که او باز نه. و 13 آیت دیگه از راجع به منافقین است که اصناف مردم هم برای ما شما در اینمی آیات خداوند معرفی کرده. 4 آیت راجع به کی است؟ مؤمنین. 2 راجع به کفار. 13 راجع به منافقین. 4 آیت که راجع به مؤمنین است کدام است؟ 2ش با مؤمنین است که با پیغمبر هجرت کردن و صاحب دین سابق نبودن، و 2ش راجع به او مسلمان هایی است که صاحب دین سابق بودن، یهود بودن، باز مسلمان شدن، مثل عبدالله بن سلام و کسایی که رفیقایش بود. الذين يؤمنون بالغيب، کسایی که ایمان آوردن به غیب. غیب به معنای غایب است، چیزی که از چشم دور است. غیب هر شی چه استا استرگ نگوری اگه غیب ده. و ز دده غذای نه ده دیوار شاتا نگورم ده غیب زمان غیب بکنم یا میره غیب میگن. ایمان چی را میگن؟ ایمان در لغت تصدیق. اینه میجام یک باریکی را فکر کنیم برادرها که مسئله اختلافی است، باز در ذهنتان باشه. ایمان در لغت چی؟ تصدیق. تصدیق کردن. ما تصدیق میکنم که اینمیال شب ساعت 11:15 دقیقه. یک تصدیق است. و در شریعت چی نمیگه؟ و ایمان در شریعت خوانده بوده. ان تؤمنوا بالله و رسوله و کتبه و الیوم الاخر و لقدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. که جبریل و پیغمبر اسلام گفت که ایمان اینه معنی رو میده. اگر ایمان به معنای لغویش بگیریم، ایمان زیادت و نقصان نمیپذیره، که مذهب امام اعظم صاحب است که میگه ایمان نه زیاد میشه نه کم. اگر به معنای اصطلاحیش میگیریم که ایمان به خدا و رسول خدا و ملائکه و کتب و روز قیامت و قضا و قدر، و در ایمان اسلام هم داخل میشه که نماز، روزه، زکات، حج، در اینجا باز ایمان میگن زیاد میشه و کم میشه. زیادت و نقصان قبول میکنه. چی میشه؟ زیادت و نقصان قبول میکنه. کسایی که میگه در ایمان زیادت و نقصان قبول میکنه، اینمی آیت هم دلیلشان است که یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مسلمان کسی است که قرآن خوانده میشه قلبش میلرزه و ایمانش زیاد میشه، ایمان و زادتهم ایمانا، ایمانشان زیاد میشه، و علی ربهم يتوكلون و به خدای خود توکل میکنه. امام اعظم میگه به نظر من این اختلاف لفظی است. امام اعظم میگه ایمان زیاد و کم نمیشه بلکه قوی و ضعیف میشه. جمهور علما میگنه در آیات زیاد وجود داره که ایمان زیاد و کم میشه. ایمان خدای ما برابر ایمان ابوبکر صدیق است، از ما کم است از او زیاد. ولی امام اعظم میگنه چی میشه؟ ضعیف و قوی. ضعیف و قوی میشه. دیگه آیت کریمه ایست که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. کسایی را که میگن که مسلمان ها را وقتی گفتن که کل اقوام در احزاب، در غزوه احزاب بزدتان جمع شده بترسین، ایمانهایشان زیاد شد. گفت چرا بترسین؟ ما خدا هم را ایمان است. ایمانشان زیاد شد. یعنی این مسئله عقیده است. یک اشاره برتان میکنم که در عقاید برین، میگه آیا ایمان زیاد تو کم میشه؟ یعنی جمهور علما میگه ایمان زیاد تو کم میشه. ماتوریدی میگه، امام اعظم میگه ایمان زیاد تو کم نمیشه، ایمان ثابت است. و میگن ایمان ضعیف و قوی میشه. ولی جمع بینشان تو میکنیم که ایمان به معنای لغوی، ایمان به معنای لغویش که یک تصدیق است، زیاد و کم نمیشه. به معنای اصطلاحیش زیاد و کم میشه. بین مذهب امام اعظم و جمهور علما یک تلفیق میآید.
و به خاطر از این میگه ایمان زیاد و کم میشه که این حدیث شریف هم استدلال میکنن کسایی که میگه ایمان زیاد و کم میشه. لا یزنی زانی هین یزنی و هو مومن و لا یسرق سارق هین یسرق و هو مومن و حتی در بعضی روایت میگه لا یقتل و هو مومن. کسی زنا نمیکنه مگر در اتو حالت زنا میکنه که ایمان از پیش رفته میباشه. یعنی مسلمان زنا نمیکنه، اگر زنا کرد مسلمان نیست. و دزدی نمیکنه که مسلمان باشه، اگر دزدی کرد مسلمان نیست. قاتل قتل نمیکنه که مسلمان باشه، اگر قتل کرد مسلمان نیست. واضح میگه بی ایمان از بین رفت، بیخی ناقص شد، نابود شد. ولی این حدیث باز امام اعظم سب اتو تعویل میکنه که ایمان کامل نداره کسی که زنا میکنه، ایمان کامل نداره کسی که دزدی میکنه، ایمان کامل نداره کسی که قتل میکنه. چرا که ما در تاریخ میبینیم که حجاج ابن یوسف قاتل بود ولی عبدالله ابن عمر در نماز هم پیش میکرد، پشتش نماز میخواد، هیچ کس کافرش نگفت، هیچ قاتل کس کافر نگفت و هیچ زانی را ایمان. و این به خاطر وعید آمده، به خاطر که گناه خیلی سخت است، این وعید است، اما اصل ایمان میگه باقی میمونه. و دیگه حدیث استدلال میکنن که الایمان بدع و سبعون شعبه، اعلاها لا اله الا الله و ادناها اماته الاذی عن الطریق و الحیاء شعبه من الایمان. ایمان 70 درجه داره، 70 شعبه داره. بزرگترینش لا اله الا الله محمد رسول الله است و خردترینش هم است که سنگ و شیشه و یا که در سرک میباشه در زیر پای مسلمانان جایی که پیاده گشت است، پیاده رو است، اونمو سنگ و یار از سر راه مسلمانان دور کنن که به تکلیف نشه. و حیا نیز یکی از شعبه های ایمان است، و حیا نیز یکی از شعبه های ایمان است. این یا میگه معلوم میکنه که ایمان زیاد و کم میشه، ولی من به این باور هستم که ایمان در بین امام اعظم صاحب و جمهور اختلاف لفظی است. چرا امام اعظم صاحب میگه ضعیف و قوی میشه؟ اما ضعیف و قویش هم به معنای زیاد و کم است، ولی به نظر من ضعف و قوت ای چیزی خوبتر از در ایمان نسبت به کم و زیاد. چرا کم و زیاد یک چیزی میشه که وجود فیزیکی داشته باشه، و قوی و ضعیف چیزی میشه که وجود فیزیکی نداشته باشه. دید ما قوی است، دید ما ضعیف است، وجود فیزیکی نداره دید. اما اگه بگویم چاقوی قوی است و چاقو ضعیف است، کند است، وجود فیزیکی داره، یعنی قوتش زیاد است، قوتش کم. بناهن به نظر ما تعبیر امام اعظم صاحب با تعبیر ایمه فقها و متکلمین زیاد فرق نداره، منتها تعبیرش به نظر ما قوی تر است. در ایسی ایمان قوی و ضعیف میشه، زیاد و کم هم در پهلوی قوی ضعیف جای خود داره. چرا هر چیز که قوی شد وزنش زیاد میشه، هر چیز که ضعیف شد وزنش غالبا کم میشه. و بعضی گفتنه ایمان ماخوذ از امن است، کسی که ایمان آورد او در امن می باشه، در روز قیامت در امن می باشه. و ایمانی که به معنای تصدیق است در قرآن کریم می آید که برادرای یوسف علیه السلام برای یعقوب علیه السلام می آید که و ما انت بمؤمن لنا. ایتو نیست که تو به ما ایمان نداری، و ما انت بمصدق لنا، مگر به ما را تصدیق نمی کنی. همین آیت کریمه که و ما انت بمؤمن لنا، بچه ها به پدر خود میگه که شما با ما را تصدیق نمیکنه که یوسف علیه السلام از پیش ما گرگ برد، تصدیق نمیکنه. ایمان به معنای تصدیق در امی آیتی را ثابت میکنه، و ما انت بمؤمن لنا. الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان آوردن، ایمان فهمیدن، ایمان معنای تصدیق، دلیلش لغویش است و ما انت بمؤمن لنا. برادرای یوسف علیه السلام به پدر خود گفتن که تو گپ ما را تصدیق نمی‌کنی، به مؤمنین لنا را اگه بگویم که به ما ایمان نمیاری، ما خود ایمان به خدا میاریم، نه؟ اینجا به معنای تصدیق است، واضح. و دیگه ایمان در شریعت در اصطلاح به معنای آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله الی آخر ازمی شهادت. و دیگه ایست که ایمان زیاد و کم میشه، در بین فقها گفتیم اختلاف است. امام اعظم صاحب میگه قوی ضعیف میشه، جمهور فقها میگه که زیاد و کم میشه. استدلال جمهور فهمیدیم و استدلال امام اعظم صاحب فهمیدیم، و در بینشان گفتیم که اونقدر فرق وجود نداره. قوت و ضعف یک معنای زیاد و کم است، و زیاد و کم دیگه معناش قوت و ضعف است. و ایمان به معنای امن هم گفتیم میآید. امن چی معنا؟ یعنی خداوند ما را در روز قیامت اگر ایمان آورده باشیم،
از عذاب خود در امن نگاه میکنه. الذين يؤمنون بالغيب، حالا میایم ایمان خلاص شد در کلمه غیب. الذين يؤمنون بالغيب، معنانی که ایمان به غیب آوردن. غیب اونمو چیزی که از چشم غایب است، اونو غیب میگن. بعضی مفسرین حتی گفته که نه، غیب الله جل جلاله مقصدش است و خدا به شک مخلوقاتش و دلایل زیادی به وجودش موجود است، ولی ذاتش ما دیده نه، از چشم ما غایب است. و بعضی میگن غیب اونموست که با میزان، با صراط، با جنت، با دوزخ، با عذاب قبر ایمان داشته باشید، امی غیب است. و به نظر ما والکل صحیح، کلش هم که جمع کنی کلش صحیح است که امی چیزا غیب گفته میشه. و چرا ایمان به غیب خداوند زیاد ارزش داده؟ به خاطر که به چیز ظاهر خو هر کس ایمان میاره، به چیزی که غایب است مشکل است که یک نفر او را قبول کنه. تا اعتقاد جازم نداشته باشه قبول کرده نمیتونه. به همین خاطر خداوند ایمان مسلمان، ایمان متقی را میگه که متقی ها کسایی است که به غیب ایمان دارن، هیچ ندیدن ولی ایمان دارن، چون عقیده جازم دارن. به همین خاطر در حدیث شریف میگه که در اهمیت غیب که صحابه از پیغمبر پرسان میکنه که هل احد خیر مننا یا رسول الله، اسلمنا معک و جاهدنا معک. یا رسول الله، آیا کدام گروه دیگه از مردم هم هست که از ما کده بهتر باشد؟ ما یک جا به تو اسلام آوردیم و یک جا امرای تو جهاد کردیم. رسول صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ نه، قوم لم یرنی و یؤمنو بی، بله یک قوم از شما کده بهتر است که مهر ندیدن و به ما ایمان آوردن. غیب است نه؟ یک قوم از شما کده بهتر است که مهر ندیدن و به ما ایمان آوردن. و ایجا یک تفسیر بفهمیم که مطلق یه حدیث نیست که ما مطلقا از صحابه کده بهتر هستیم، فقط در بخش غیب که ما ایمان آوردیم ما بهتر هستیم. در بخش غیبش مطلقا نه، دیگه در هر چی صحابه بهتر است. صحابه به حضور ایمان آورد، ما در غیب. متقیان کیستن که در غیب ایمان آوردن؟ به چیزهای غایب ایمان آوردن. متقی کیست؟ کسی که به چیزهای غایب ایمان آورده اون متقی است. بنان ما به چیزی که از چشم ما غیب است پیغمبر ندیده، نزول وحی را ندیدیم، احد را ندیدیم، جنگش را، بدر را ندیدیم، کرامات را ندیدیم، معجزه را ندیدیم، ولی ایمان آوردیم به کلش. کلش غیب است از ما. در اینمی ساحه میگه اینمی مردم بهتر است، اما مطلقا نه. این حدیث همه تو بفهمید. و بعضی گفته که غیب عبارت از قضا و قدر است، بعضی گفته عبارت از میزان است، همون ترازویی که خداوند مگذاره. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، دیگه صفت متقیه چیست؟ و یقیمون الصلاة و نماز، یقیمون یدیمون، همیشه نماز میخوانن، یعنی نماز پنج وقت هیچ قضا نمیکنن، برپا میدارن نماز پنجگانه را، همیشه نماز میخوانن. یقیمون الصلاة، صلاة در لغت به معنای دعا، صلاة در لغت دعا. فصلی علیهم ان صلاتک ساکنون لهم، دعا که کنی برشان. پیغمبر میگه برای صحابه دعا کن که برای مؤمنین که دعای تو اونا را آرامش میبخشه. پیغمبر خود برای مؤمن نماز نمیخونه نه، یا میخونه؟ پیغمبر خود به خدا نماز میخونه. صلات به معنای دعا. و در شریعت چی میگه؟ اونمو ارکان معروف که نیت کردن و استاد شدن به نماز، وضو کردن و قعده و سجده و رکوع و سلام دادن، امیر صلات میگن. خب یقیمون الصلات، یکی نماز خواندن است، یکی صلیتوس، یکی اقمت الصلاة است، یکی نماز خواندن است، یکی است که من نماز برپا داشتم، اقامه نماز کردم. خیلی فرق داره برادران، خیلی فرق داره. نماز منافقا میخوانه، دیسی منافقین خدا چی میگه؟ برای نماز میخیزن کسالا ولا یذکرون الله کثیرا، با نماز مت تنبل میخیزن و ذکر خدا را هم زیاد نمیکنه. این نماز، این نماز خواندن میگه، این نماز خواندن میگه که او صحابی آمد پیش روی پیغمبر نماز خوان، باز آمد به پیغمبر سلام داد، پیغمبر برش گفت که قم فصلی فاینک لم تصلی، بخ نماز بخوان، چرا تو نماز نخواندی؟ باز رفت نماز خوان، باز آمد گفت قم فصلی فاینک لم تصلی،
بخی نماز بخوان، نماز نخواندی. سوم مرتبه که آمد باز نماز خوان، باز چهارم مرتبه که آمد برای پیغمبر برای گفت قم فصلی فإنك لم تصلی، زوزت رکوع میکرد، زوزت سجده میکرد، زوزت قرائت میخوان، نمیفهمید که چی میگه در نماز. باز برش گفت والذی نفس محمد بیده ما احسن اکثر من ذلک، به او ذات قسم که زندگانی محمد به دست اوست، از این که بهتر نمیتونم خوانده یا رسول الله، یادم بده. سابق قسم میخوردن و رب محمد و رب ابراهیم والذی نفس محمد بیده، این قسم ها را میخورد مردم. اینجا یادم هم قسم خورد که یا رسول الله از این بیشتر نمیفهم. باز رسول صلی الله علیه وسلم برش میگه که برو وضو کو، اسباغ وضو اتمام کو، وضو تا بارامش، بعد از او بیا تکبیر بگو، فاتحه بخوان، قرآن بخوان، رکوع تا بسیار با آرامی انجام بده، سجده تا با آرامی انجام بده، بعد از او سلام بگردان، امین نماز. یه آدم میره باز نماز یاد میگیره، میگه آله تو نماز خوان. و در دیگه حدیث میاد، در دیگه حدیث میاد که لو یسلی الانسان 60 سنه ويجيد الركوع ولا يحسن السجود او يحسن السجود او يحسن الركوع ولا يحسن السجود لن يقبل صلاته. هي حديث حسن. لو يصلي احدكم 60 سنه فاحسن الركوع واساء السجود او اساء الركوع واحسن السجود لن يقبل صلاته 60 سنه، لن يقبل صلاته. یک نفر اگر 60 سال نماز بخونه که رکوعش بسیار خوب باشه و سجدهش خراب باشه، یا سجده را خوب بکنه و رکوع را زود زود بکنه، خدا اون نمازش قبول نمیکنه، خدا اون نمازش قبول نمیکنه. نماز باید صحیح بخونه. و دیگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کسایی که کامیاب شدن، اون مسلمان های کامیاب شدن که در نماز خود خشوع دارن. این را براتون ترجمان کرده بودم، یعنی معنایش است که نماز هر کس میخوانه، ولی کامیاب کسی است که در نماز خود خشوع داره، بسیار بایستگی او به خشوع نماز میخوانه، رکوعش معلوم است، سجدهش معلوم است، عجله نداره، وقت تعیین کرده برای نماز خود که من 4 رکعت نماز در 10 دقیقه یا 15 دقیقه میخوانم، هیچ عجله نمی کنم. دیگه الله اکبر تکبیر تحریمه گفتیم، دیگه دنیا کل کارایش سر من حرام است، نماز می خوام. و معنای یقیمون صلات دیگه چی میگن؟ یدیمون علیها، دوامدار نماز خدا می خوانند، فی مواقیتها، در وقتش نماز می خوانند، مثل که پیغمبر اسلام میگه ان احدکم ينتظر حتى تكون الشمس بين قرني الشيطان فيقوم وينقر اربعا ذاك صلاه المنافق، ذاك صلاه المنافق. یکی از شما منتظر میشین مثلا نماز دیگر، منتظر میشین تا که آفتاب به غروب نیاد، به غروب عزیز دوزو میکنه 4 دفعه نول میزنه که من نماز خواندم. پیغمبر میگه اینمی نماز منافق است، اینمی نماز منافق است. من نماز خواندی؟ کدام نماز خواندی؟ رکوعت صحیح است، خشوعت صحیح است، وقتت صحیح است، ادایت صحیح است، آدابت صحیح است، وضوت صحیح است، کدامش صحیح است؟ امی وضو که کردی، امو دعای وضو را خواندی، امو خشوع را داری، امو تواضع را داری؟ صحابی جلیل القدر پایش میده میباشه، میخوام پایش بیوش کنه و جورش کنن، تداویش کنن، میگنه یک لحظه نمیخوام از ذکر خدا غافل باشه، مرا بیوش نکنین. خیلی میگه چطور کنیم؟ میگه که نماز خواندم پای ما تداوی کنیم، در نماز استاد میشه پایش تداوی میکنن، بستم هیچ نمیفهمن چرا با خدای خود در ارتباط است، با رب در ارتباط است، پای در فکرش نیست، دنیا در فکرش نیست، دختر بچه اولاد مال در فکرش نیست، یا متقین هستن. خب در وقتش خوانده شود، حدودش آدم بفهمه، تمام ارکانش ادا کنه و حفظ کنه فرایزش و آدابش. و پیغمبر اسلام میگه کسی که ضیع
الخشوع في الصلاة فهو في غيرها أديع. کسی که خشوع در نماز نداره، در نماز خشوع نمیکنه و در نماز صادق نمیباشه، در غیر از نماز بیخی صادق نیست. وقتی که با خدا صادق میگه نیستی، در غیر نماز هم صادق نیست. و در دیگه حدیث میگه که بدترین دزدار براتون معرفی کنم، ان اسوأ السراق اناس یسرقون من صلاته. بدترین دزدار، میلیاردار دزدی که دزد بد نیستی، بدترین دزدها کسایی است که از نماز خود دزدی میکنند. رکوعشان صحیح نیست. میگه چه قسم از نماز خود دزدی میکنیم یا رسول الله؟ میگه رکوعشان صحیح نمیباشه، سجدهشان صحیح نیست، قومه، قعده، یک چیزشان صحیح نمیگه نماز خوند. یا دزدای نماز هستن، در روز قیامت صدا میکنن که دزدای نماز بیارین اول، پیش از اینکه دزدای مال مردم بیارن. دزدای حق الله را بیارید. در دنیا اول حق مردم است، نه در آخرت اول حق خداوند. الذين يؤمنون بالغيب صفة المتقين. متقين كسائس كي بغيب ايمان آورده و يقيمون الصلاة. متقين شناختيم، غيب فهميدم، ايمان بغيب و اقام صلاة تا يك حد فهميدم كي نماز خواندن يعني چي. يا بگيريم حد اقل من نماز خو صحيح بخوان، حد اقل من نماز صحيح بخوان. بمي دل شكسته در حالت تزرو و خشوع، در حالت گريان نالان، حسرت، پشیمانی، ارتباط با رب، ترک دنیا، برای ده دقیقه نمیتونه. نماز خواندیم، خدا نماز ما را، دعای ما را خدا قبول نه، چرا قبول نمیشه دعای ما؟ او برادر امی سرت دخنت پایین که تو کی؟ و مطعمه حرام و مشربه حرام و غذیه بالحرام، نان حرام، آب حرام، کل غذا به حرام، لباس حرام، باز دعا میکنه دعای ما قبول نشد، والله خدا دعای ما را قبول کنه. قرار میکنه از پیش خدا. یک قدم پیش خدا برو، ده قدم پیشت می آید. آستا آستا پیش خدا برو، بدویدن پیشت می آید. در حدیث قدسی، من اعطانی مشیان اتیت او هر ویلا. کسی که آستا آستا بدویدن به طرفش می آید، کسی که آستا آستا طرف من می آید، من می دام طرفش در آغوش رو می گیرم. صادق و تعال گفته، صادق باش، بیا در پهلوی خدا استی، خلاص کل مشکلت حل است. نداریم صداقت، نداریم اخلاص، خدا نصیب کن. و مما رزقناهم ينفقون و آنچه برای امین. سبحان الله، من دمی آیت یک باریکی رو دیدم. امی باریکیش از طرف من اگه اشتباه بود تایپ میشه، از طرف من اشتباه دیگه اگه پایش که میزنم از طرف مفسرین است. و مما رزقناهم ينفقون، و آنچه ما با متقیان دادیم، رزق دادیمش، رزق مال و اولاد. میگه ينفقون، در راه خدا مصرفش میکنه، مال خدا در راه خدا مصرف میکنه، بچه خدا در جهاد روان میکنه، در راه خدا مصرف میکنه. رزق مال و اولاد میگن مفسرین. میگن و رزق کل ما ينتفی به الانسان. جمهور فقها میگه الرزق کل ما ينتفی به الانسان سواء کان حلالا او حراما. رزق اونمو هر چیزی که انسان از او فایده میگیره، اگه حرام است یا حلال تو فایده میگیری. این که حرام کمایی کردی گناهگار است، ولی رزق گفته میشه. اما معتزله میگه نه، حرام رزق نمیگه، حلال رزق است. ولی من با نظر معتزله مخالف هستم. چرا؟ رزق هر چیزی که از او آدم استفاده میکنه، این حلال و حرامش مربوطی تو میشه که باید از حلال استفاده کنی. حرام خب باز گناهش علیده است. و خب ينفقون مما رزقناهم ينفقون. بعض فقها گفته که اینمی راجع به صدقه و راجع به نفقه بالای خود، بالای اولاد، بالای اهل است. چرا؟ این قبل از آیت زکات نازل شده، این قبل از آیت زکات نازل شده. و بعض میگه نه، به این مسئله زکات فرضیام است. مما رزقناهم ينفقون زکات مال خود میتن، صدقه میتن، خیرات میتن و مال خارج میکنن و به مردم مستحقینش داده میره. این تفسیری مما رزقناهم ينفقون. دوباره میگم، از آنچه ما با متقیان روزی دادیم، او را در راه خدا مصرف میکنن. رزق دادیم، رزق گفتیم مال و اولاد، مالم در راه خدا مصرف میکنه، اولادم در راه خدا مصرف میکنه. دیگه یکم و دیگه ایست که رزق
ما ينتفي به الانسان سواء كان حلالا او حرام. رزق و ناموس که انسان از او فایده میبره، انتفاع میبره، اگه حلال است یا حرام. نان پلو میخوری اگه حرام است یا حلال، وجودت از او فایده میگیره. اما معتزله میگن حرام رزق گفته نمیشه. ولی چی گفته میشه؟ این جوابم ندارن که چی گفته میشه. تعریف لغوی رزق است. و دیگه ایست که گفتیم که مما رزقناهم ينفقون، زکات شامل است. بعضی مفسرین میگن زکات شامل نیست. ما هم باریکی را که در این آیه دیدیم چی است که براتون گفتم نظر خودم است. و مما رزقناهم ينفقون، آنچی را که ما برای امی متقیا به عیس رزق خودشان تعیین کردیم، امی رزق خود خیرات میکنن، نان خود خیرات میکنن، با مردم میتن خودشان گشنه میشینن. چرا حضرت علی چی گفت؟ و یردون بالقلیل، با کم قانع میشن. من ایتو یک چیز فهمیدم، چون سیاق آیت امیست که صفت متقین است. هدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون، متقی کیست؟ که ایمان به غیب داره. متقی کیست؟ نماز قائم میکنه، نه که نماز میخونه، نماز قائم میکنه، بین خواندن و قائم کردن فرقش دانسته. و دیگه و مما رزقناهم ينفقون، میشه تنها زکات دادن و صدقه دادن مرحله تقوا نباشه. ما چیزی را که مختص به اینا دادیم، امور هم در راه خدا مصرف میکنه. و یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا، و چیزی که خاص از خودشان است، امور هم در راه خدا مصرف میکنه. ما ایتو فهمیدیم از آیه. ما شخصا خودم امیر فهمیده میشه فهمم سیی باشه نه باشه گفت مرا فهمیده برداشت شخصی مرا فهمیده نوستم از چیز خودم. اما چیزی که سهم خودش است، مثلا 5 پوند چای صبح از خود و فامیلش بسیار با مشکلات کفایت میکنه. این امیر چهارش هم صرف میکنه، یکیش هم میمونه. ایثارگری میکنه. چرا رزقناهم، رزق خودشان است، با مردم میده. و مفسرین میگن رزق زیادی که در اختیارشان است حق از او را میده. رزق زیادی که در اختیارشان است حق از او. حق از او چی است؟ حق از او زکات، حق از او صدقه. و فی اموالکم حق معروف للسائل والمحروم، سائل میده، محروم میده. این چیزا. والذین یؤمنون، این دو آیت بالا راجع به اونم مسلمانایی بود که گفتیم از مهاجرین بودن، با پیغمبر اسلام، با پیغمبر اسلام ایمان آورده بودن و دین قبلی نداشتن. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ببخشید اینمیز یک نقطه مان ده. يقيمون الصلاه، اوجا باید باز برم. يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. چرا نماز از زکات پیشتر ذکر کرد، از نفقه پیشتر ذکر کرد؟ سه قول از فقها میگن. اول است که فرضیت نماز پیشتر از زکات بود. نماز پیش از زکات فرض شده بود. دوم، زکات معامله بین انسان و انسان است و نماز بین خدا و انسان است. سوم، زکات روزانه نماز روزانه 5 مرتبه تکرار میشه و صدقه و خیرات تکرار زیاد نمیشه. به این خاطر میگه به این سه دلیل چی کردن؟ نماز پیشتر ذکر. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. سبحان الله. ای عبدالله ابن سلام کلان یهودا که آمد مسلمان شد. والذين و آنانی که ایمان آوردن بما انزل اليك، به آنچه که نازل شده بالای تو ای محمد که قرآن است، و ما انزل من قبلك، و آنچه که نازل شده قبل از تو که تورات و انجیل و زبور و دیگه کتب سماوی است، و بالآخرت هم یوقنون، و به آخرت اینا یقین دارن، و به آخرت اینا علم دارن، و به آخرت اینا باور دارن. خب الذین یؤمنون بما انزل الیک، و آنانی که ایمان آوردن، صفات متقین است نه؟ و دیگه صفات متقین که ایمان میاره، ایمان میاره، ایمان آورده. و الذین یؤمنون، و کسایی که ایمان آورده، بما انزل الیک، با آنچه که نازل شده بالای تو ای محمد، و ما انزل من قبلک، و آنچه که نازل شده قبل از تو ای محمد. بالای محمد چی نازل شده؟ قرآن. قبل از او انجیل، تورات، زبور، صحف ابراهیم، کل چیزا. و بالآخرت هم یوقنون، و دیگه به آخرت یقین دارن. یا هم صفت چی است؟ متقین است. خب
والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. چرا اجا در قرآن کریم گفته بما انزل اليك؟ چرا اول قرآن ذکر کرده و بعد از تورات و انجیل و زبور در حالی که اول اونا نازل شده؟ چرا نگو بما انزل من قبل و ما انزل اليك؟ بما انزل من قبلك و ما انزل اليك، چرا حق اولیت بود؟ چرا هو اول نازل شده بود؟ جواب از چی است؟ میگه جواب از این مفسرین میگه که بما انزل اليك به این خاطر گفت، به این خاطر گفت که اگر به قرآن ایمان نورده باشه، به کل از ایمان داشته باشه، ایمانش باطل است، باز مؤمن گفته نمیتونه. که اگر به قرآن ایمانش نباشه، نورده باشه، به تمام کتب سماوی که ایمان داشته باشه، باز دیگه خود مؤمن گفته نمیتونه. آل خوی قرآن نازل شد، به این خاطر اول ذکر قرآن آورد. والذین، و دیگه صفات مؤمنین یا متقین میست که والذین یؤمنون، آنانی که ایمان آوردهاند، بما انزل الیک، بما انزل الیک، به آنچه که بالای تو نازل شده ای محمد، که عبارت از قرآن است. چی نازل شده بالای محمد؟ قرآن. و ما انزل من قبلک، و آنچه نازل شده قبل است. و بالآخرت هم یوقنون، و به روز آخرت اونا یقین دارن، به روز آخرت یقین دارن. آخرت چی را میگه؟ آخرت چیزی که تأخیر می باشد، دنیا چیزی که نزدیک می باشد. به زبان عربی دونه چیزی که نزدیکت است. آخرت تأخیر، آخرت کمک پسانتر می آید. این آخرت می گه. یوقنون ایقان، یقین دارن که آخرت است. و بالآخرت یوقنون، با آخرت یقین دارن، با آخرت علم دارن. امی یقین سه قسم علما تقسیمش میکنه، مفسرین. یقین چند قسم؟ سه قسم. یقین عیان، یقین دلالت، یقین اخبار. ارسیش یک حکم داره در ثبوت موضوع. ارسیش در زبان عربی یک حکم داره. یقین عیان، یقین دلالت و یقین اخبار. ارسیش یک حکم داره. در اینجا یقین چی است در آیه کریمه؟ یقین اخبار است دیگه. حالا برتامین چطور یقین اخبار است؟ یقین عیان چی را میگه؟ یقین عیان امیست که تو به چشمت میبینی یک چیز و سرش باور میکنی، عینش میبینی، جسمش میبینی. آله ما اینمی قاری صاحب میبینم، یقین دارم که نمو قاری صاحب موجود است. ایره چی میگن؟ یقین عیان. یقین دلالت چی را میگن؟ بدال نشته میشه، دلالت گمراهی، دلالت رهنمایی. یقین دلالت چی را میگن؟ دلالت یک چیز به تو یک دلیل پیدا میشه و حکم میکنی که همین چیز دیگه وجود داره. پشت دیوال دود میبینی میگی آتش از اوجه. اینه چی میگن؟ یقین دلالت. چی یقین دلالت است؟ پشت دیوال دود میبینی چی حکم میکنی؟ میگه حتما آتش است که دود بالاش. و یقین اخبار چی را میگه؟ بغداد هیچ کس ندید از ما شما، ولی اینقدر شنیدیم که یک جای بغداد وجود داره، یقین داره که بغداد وجود داره. آخرت یقین اخبار است، یقین داره که آخرت وجود داره. نه یقین دلالت است، نه یقین عین است. عین آخرت دیدیم؟ جسم؟ نه. کدام دود و بویش دیدیم؟ نه. چی است؟ اخبار شده. بغداد دیدیم؟ نه دیدیم. موجود است؟ موجود است. دیدن موتو مهم نیست. و بالآخرت هم یوقنون، و دیگه به آخرت یقین دارن. ولایکه على هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. امی گروه دیگه چی برشان نصیب میشه؟ این مردم خداوند هدایت میکنه به طرف سعادت دنیا و آخرت. در دنیا از مصیبت ها، از غم، از غصه، از جنجال نگاهشان میکنه و در آخرت جنت برشان میده. این هدایت میگن. اولئک على هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. این مردم به هدایت هستن و ایتو یک هدایتی که پروردگار اونا را هدایت کرده. هدایت چی گفتیم؟ تقریبا 13 معنامه. این کدام هدایت است؟ ما شما خوانده بودیم یک هدایت به معنای رهنمایی و دلالت بود، یک هدایت به نام توفیق و القای ایمان در قلب. این به معنای القای ایمان در قلب است. چرا؟ هدایت از طرف خداوند است و خداوند در قلب ایمان هم اندازه. او را پیغمبر نمیتونه؟ همین تو خوانده که راهنمایی را
و لکل قوم ها. هر قوم یک هدایت کننده داره، یک پیغمبر داره، رهنماییش میکنه که دیرا برو دیرا نرو، ولی ایمان در قلبش انداخته نمیتونه. او خداست که ایمان در قلبش میندازه. در کارهای خدا، وظیفه خدا هر کس شریک نکنین، پیغمبر هم شریک نکنین. یگان وظیفه را برای خداوند بانه. ایره ولی که دیره غوث العظم دستگیر که دیره پیغمبر کرد، برای خدا هیچ چیز نمیمانه. من هدایتی که به معنای ایقای ایمان در قلب است، ای توفیق ایمان در قلب، ای از طرف خداوند است. اولای که علا هدن من ربه و اولای که هم المفلحون. چرا اولای که دوبار تکرار شد؟ اولای که علا هدن من ربه و هم مفلحون میگفت دیگه. امی یک گروه مردم است، امی مردم خدا هدایت کرده و امی مردم کامیاب و فائز هستند. میگه اولای که را دوبار تکرار به این خاطر کرد، به خاطر تاکید که امی مردم در دنیا هم سعید و خوشبخت هستن و در آخرت هم، و امی مردم کامیاب و فائز هستن و مفلح هستن. فلاح چی را میگه؟ کسی که کامیاب شد به تمام مطالب خود، از ظافر به جمیل مطالب، که کامیاب شد چیزی که مطالب داری سرش کامیاب شد، این را فلاح میگه. و من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. ای کامیابی دنیا که شهادت نامه گرفتم و در بوکس کامیاب شدم و در انگلیسی کامیاب شدم و در عربی، کامیابی نیست. کامیابی که از دوزخ نجات پیدا کردی و داخل جنت شدی فقط فاز، بازی را کامیابی میگه. و من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. اینا خدا کامیابی گفته. و دیگه فلاح کامیابی، بعضی مفسرین گفتن الفلاح الباقی به صفت دائمه فی النعیم. فلاح باقی بودن به صفت دائمی در نعمت های خداوند در روز قیامت. صفات متقین کدام بود برادرها؟ هدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب آورده، یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، اقامه نماز، خرج در راه خدا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، به قرآن ایمان میارن، به کتاب های گذشته ایمان میارن. چند صفت شد؟ پنج صفت. چی است؟ ولای که علا هدن من ربهم، شش صفت. این مردم در یک هدایت از طرف پروردگار خود هستند. خداوند یارا ارشاد میکنه، مستقیم خداوند رهنماییشان میکنه، الله رهنماییشان میکنه. و ولای که هم المفلحون، و همین مردم کامیاب هستند به تمام مطالب خود. و کامیابی اصلی چی است؟ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. کسی که از آتش دوزخ نجات پیدا کرد و داخل جنت شد، اونم کامیاب است. دیگه کس کامیاب نیست. و ما توفیق الا بالله. استغفر الله.